کووین کاتسی معاون فرمانده کل نیروی معمولیت های مشترک در امور استراتژیک در اعتلاف بین المللی اعلام کرد که نیروهای عراقی دیگر نیازی به آموزش ندارند چرا که در سطح حرفی کافی قرار گرفتن کاتسی عنوان داشت گروه های تروریستی داعش به مراحل آخر خود رسیدند. نیروهای عراقی موفق شدند گروهک های داعش را متلاشی کرده و تعدادی از سرکرده های داعشی را یا بازداشت کرده و یا به حلاکت برسانند. وی ادامه داد ما با نیروهای امنیتی عراق برای انحلال شبکه مالی داعش تلاش می کنیم. این مسئول اعتلاف بین المللی عنوان داشت گروه های مسلحی که اقدام به حملات راکتی می کنند تهدید برای عراق هستند و دولت و نیروهای امنیتی به بررسی حملات راکتی انجام شده توسط گروه های مسلح می پردازند. ما به حمایت از نیروهای عراقی در برخورد با حملات راکتی علیه اماکن و گروه های مختلف خصوصا هیات های دیپلماتیک پایبند هستیم به افزود بنا به خواست دولت عراق تعداد نیروهایمان را کاهش دادیم و با فرماندهی عملیات مشترک و با نیروهای پیشمرگ برای رویارویی با بقایای داعش هماهنگی به عمل می نیروهای ناتو به نیروهای امنیتی عراق مشورت ارائه می دهند. کاتسی گفت عناصر داعش از مناطق سعب العبور برای هدف قرار دادن غیر نظامیان بهره برداری می و نیروهای امنیتی قادر به برخورد با این تروریست ها هستند. هر گونه پرواز هواپیماهای ما جز با موافقت دولت عراق انجام نمی شود. پروازها تنها محدود به ما نیست بلکه ماموریت های بسیاری توسط هواپیماهای عراقی و ارتش این کشور انجام می شود. و افزود نیروهای عراقی قادر به انجام عملیات های امنیتی گسترده بدون یاری گرفتن از حملات هوایی هستند و دیگر نیازی به آموزش ندارند چرا که در سطح حرفه‌ای کافی قرار گرفتند. همکاری اطلاعاتی بعد از تغییرات اعمال شده توسط نخست وزیر عراق در خصوص فرماندهان امنیتی گسترده تر شده است. کادسی خاطر نشان کرد اطلاف بر اطلاعات امنیتی ارائه شده توسط فرماندهان امنیتی عراقی اتکا می کند. تغییر در فرماندهان امنیتی به عملیات گسترده تر در پی بردن به حملات راکتی می انجامد و یفزود بیشتر حملات به کاروانهای ائتلاف تجهیزات ارائه شده به نیروهای عراقی و نه خود اعتلاف بین المللی را هدف قرار می دهد. به گفته کاتسی عملیات علیه کاروانهای بین المللی تهدیدی علیه امنیت عراق و جان غیر است.